وزیر کشور گفت نهادهای امنیتی و نظامی با جدیت در تلاشند تا هرچه سریعتر عاملان این جنایت را شناسایی و به اشد مجازات برسانند. آقای رحمانی فضلی با اشاره به شایعات و بزرگنمایی رسانه‌های بیگانه پیرامون این حادثه از رسانه‌های داخلی خواست در مسیر فضاسازی‌های رسانه‌های خارجی قرار نگیرند و با هوشیاری عمل کنند. هفته قبل آقای رئیس جمهور در هیئت دولت دستور دادن که موضوع به دقت بررسی بشه. شورای امنیت تشکیل جلسه داد و در استان شورای تأمین هم جلساتی تشکیل داده بود. جمع‌بندی این شد که ما با تقویت نیروهای استان از بعد تخصصی، از بعد فنی و از بعد امکانات پشتیبانی بتونیم موضوع را سریعتر پیش ببریم. الحمدلله با استقرار نیروها در نقاط مختلف اصفهان و پیگیری موضوعات و مباحث و مسائل، ما در مراحل اولیه به تعدادی از مظنونین نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات رسیدن. اون مظنونین در موقع خودش بازداشت شدن، بررسی و تحقیقات لازم انجام شد و نهایتاً شواهد و ادله کافی برای به اصطلاح متهم کردن اونا واقعا در دسترس نبود. الان ما به جد دنبال مسئله هستیم و این نباید موجب نگرانی مردم باشه. مسئله اسید پاشی شما اگر تو روزنامه ها در صفحه حوادث در ماهای مختلف مطالعه کنید، بررسی کنید، متاسفانه به عنوان یک بزه و به عنوان یک جرم همیشه این بوده و بیشتر هم جنبه شخصی داشته، بیشتر جنبه انتقام جویی داشته و بیشتر جنبه صدمه رساندن داشته تا خدا نکرده قتل و اینا. علی حال این موضوع هم مثل همه موضوعات دیگه است، منتها این دفعه این مسئله را به ناروا و با واقعا روش‌های جنگ روانی رسانه‌های بیگانه بزرگ کردن، بزرگ نمایی کردن. البته از نظر ما یک نفر هم دچار این آسیب بشن واقعا دردناک، جانکاست. ما نمیپذیریم که فرزندانمون در این کشور دچار این نوع بزه‌ها بشن، ولی علی حال روابط اجتماعی و مباحث و موضوعاتی مطرح می‌شود که این اقدامات نابخردانه و جاهلانه واقعا و از بعضی مواقع با جنبه‌های روانی مسئله اگر بتونیم بگیم این موضوع اتفاق میفته. ما جلسه‌ای که در شورای امنیت تشکیل شد جمع‌بندی کامل داشتیم، قرار شد که نیروها به تقویت بیشتری بشن و انشاءالله به موقع بتونیم ما این مسئله را حل کنیم. البته من باز به مردم خوب و عزیزمان اینو یادآوری میکنم، به هر حال هر کدوم از مشکلات و مباحثی که در حوزه اجتماعی به عنوان بزهکاری، جرم و خطا اتفاق میفته می شود به وسیله به هر حال فضای مجازی، رسانه‌های معاند این مسائل را بزرگ کرد و اتهام‌های ناروا زد. همین چند روز اگر شما به دقت، خود عزیزان به دقت این اخباری را که براشون به وسیله وایبر، واتساپ و بقیه مباحث یا ماهواره‌ها بهش پرداختن خودشون قاضی بشن. همه موارد شایعی را که مثلا امروز مطرح کردن در تهران چند نفر اسید پاشی شده، در مشهد شده، در تبریز شده یا در اصفهان مجددا این کار شده، همینا رو کلاشون رو قاضی بکنن، بشینن نگاه کنن ببینن هیچ کدوم از اینا واقعا اساس نداشته. و این مثلا باز ما توجه به ضعف مستندات، متاسفانه ما در اون منطقه که اتفاق افتاده امکانات فنی مثل دوربین اونها نداشتیم و خود این افرادی هم که قرار مورد حجمه واقع شدن یک اطلاعاتی که به ما دادن، ما بر اساس اون اطلاعات چهره نگاری کردیم، اون چهره نگاری در اختیار گذاشتیم و به دنبالش هستیم که انشالله ما بتونیم با این قضیه یک برخورد بسیار جدی بکنیم. قوه قضاییه هم اعلام نظر کرد و دادستان محترم، معاون اول محترم قوه مطرح کردن که با اشد مجازات با این مسئله واقعا برخورد میشه، حتما هم باید بشه چون احساس امنیت عمومی رو به هم زده. خب متهم کردن برخی از افراد یا اقشار یا مثلا گمان زنی ها و حدس هایی که بدون مسئولیت و بدون تعهد برخی از رسانه ها در خارج از کشور تبلیغ میکنن، میگن، دامن میزنن، این نباید در داخل واقعا جایی داشته باشه. ما به هر حال هیچ وقت به اونها اعتماد نداشتیم، اونها هیچ وقت برای ما دلسوز نبودن. یعنی هیچ وقت هیچ کس از پدر خانواده به خانواده دلسوزتر نیست. دولت به عنوان پدر خانواده است، مسئولیت کار را به عهده داره، نیروی انتظامی به عنوان هر حال یاور مردم است، قوه قضاییه به عنوان پدر جامعه است. اینا همه اینا در حوزه خودشون فعالن و واقعا هم از این موضوع به شدت ناراحت هستن. ما ضمن این که به عزیزانی که در این حادثه
خسارت دیدن واقعا براشون ناراحتیم و آرزوی سلامت و شفای عاجل از خداوند متعال براشون داریم. هر وظیفه هم در قبال اونها دولت داشته باشه حتما انجام میده، ولی همه باید در یک بستر آرام و شرایط مناسبی که روی نیروهایی هم که نیروهای عمل کننده هستن فشارهای روحی بیش از این وارد نشه کارشون انجام میدن. بنده خودم به عنوان رئیس شورای امنیت هم قوه قضاییه را هم نیروی انتظامی را هم وزارت اطلاعات را هم بسیج را هم سازمان صدا و سیما را جلسه گذاشتم، باشون صحبت کردم، تکالیف همه مشخصه و با دقت پیش میره، انشالله موفق میشه.